سلام خدمت همراهان همیشگی سازمان مهاجرتی پرشین مایگرنت، من الهام جزایری هستم. در خدمت کلینت عزیزمون آقای ایمان معصومی هستیم. ایشون از کلینت بسیار قدیمی بنده هستن، الان در خاک استرالیا هستن. میخواستیم که باهاشون یه صحبتی داشته باشیم در خصوص تجربیاتشون و حالا چالش هایی که داشتن. امیدوارم این اطلاعاتی که آقای معصومی در اختیار ما میذارن براتون مفید باشه. سلام جناب معصومی. سلام عرض میکنم خدمت شما، بعد خانم جزایری عزیز و همه همکارانتون در مجموعه پرشین مایگرنت و همه دوستانی که تماشا میکنن. ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید. جناب معصومی، شما جزو اون دسته از عزیزانی بودید که قبل از کرونا پروسه‌تون رو شروع کردین، درسته؟ و بله بله. جزو اون عزیزانی بودید که خب شاید یه مواقعی توی پروسه ناامید شدید، فکر کردید دیگه استرالیا ویزای اسکیت ورکر نمیده و خب پروسه‌تون نسبتاً پروسه‌ای بودش که به خاطر کرونا یه توقفی توش اتفاق افتاد. یه مقدار توضیح میدین از روزی که پروسه‌تون رو استارت زدید تا روزی که به نتیجه برسه پرونده‌تون چه چالش‌هایی داشتید و چه مراحلی رو پشت سر گذاشتید؟ بله حتماً. حالا من قبل از اینکه بخوام وارد بحث استارت داستان استارت کار مهاجرتم بشم، میام عقب تر از اون. تقریبا سال چه گفت 93-94 تصمیم داشتم که با مهاجرت بکنم، منتها توی بحث انتخاب مقصد مهاجرتی مقداری تردید شده بودم و حالا بعد از حالا اینکه چند سال سرچ کردم تحقیق کردم، نهایتا اواسط سال 98 بود که تصمیم گرفتم اقدام مهاجرت بکنم، منتها بین اون آپشنایی که داشتم، یعنی به یه نتیجه رسیده بودم، به یه جایی رسیده بودم که میگفتم یا استرالیا یا هیچ جا. یه سری حالا پارامترهایی برای خودم در نظر گرفته بودم برای مقصد مهاجرتی. تقریبا چه گفت آبان ماه، بله بکنم آبان ماه سال 98 بود که تصمیمم رو جدی تر گرفتم که بخوام اقدام بکنم و حالا یه جلسه مشاوره بگیرم. حالا توی گروه پرشین مایگرنت هم بودم تقریبا از همون سال 93-94، پیگیری میکردم اخبار حالا آپدیت های جدیدی که حالا میومد از سازمان های مهاجرتی و بحث هم استرالیا هم حالا کشور دیگه و زودتر میخواستم اقدام بکنم، ولی میگم یه مقداری حالا بحث های شخصی پیش اومد و حالا داستان های انتخاب مقصد بود و این مسائل دیگه. سال 98 بود که پس میگرفتم که حالا یک فراری رو برای مصاحبه ست بکنم با دوستان پرشین مایگرنت. حالا قبلش با خود شما صحبت کردم، ساعت تلفنی هم نه قبلش بود یا بعدش بود، حضور ذهنم شمال 3-4 سال پیش میشه که قرار تلفنی با خود شما داشتم و بعدم قرار حضوری شد و بحث حالا کانترکت و ادامه کار بود. اول اینکه اون موقع ویزای 491 جدیدن حالا ظاهرا معرفی شده بود از سطال دولت قبلی آقای موریسون و خب یه مقدار ویزای جذابی بود اون موقع، الان هم هست. حالا توضیح میدم که چرا حتی الان هم ویزای جذابیه، با اینکه خودم با ویزای پرمننت اومدم ولی فکر کنم 490 جزو ویزای جذاب. اون موقع جذابیتش این بود که خب 15 امتیاز میداد، با امتیاز کمتر میشد حالا ظاهرا اقدام بکنی برای ویزای 491. و اون موقع که من خواستم استارت کار مهاجرتام بزنم، یک حالا دو تا چهار تایی که کردم دیدم که خب پتانسیلش رو دارم، یعنی همون اول دیدم مثلا 50-60 امتیاز همون اول دارم بعد از اینکه اصلا بخوام اقدام بکنم و حالا قوی شدن پرونده من اصلا این بود که حالا امتیاز اضافه کنم بود. بحث زبان و حالا موارد دیگه، چون شرایط حالا مهاجرتی من طوری بود که میتونستم سخت امتیازات رو داشته باشم، علاوه بر سنی علاوه بر سوابقکاری میتونستم برسونم، حتی سوابقکاری اون موقع هنوز نرسیده بود ولی بعد اضافه شد باشم و حالا نمره زبان و غیره. که خب من قرارداد رو بستم با شرکت پرشین مایگرنت، اسسمنت سازمان ای گرفتم مکانیکال انجینیرینگ. اون موقع جناب آقای نقوی بود اگه اشتباه نکنم، آفیسر مربوط به اسسمنت هم که فوق العاده بودن، راهنماییشون عالی فوق العاده بود، من
CDR رو حالا اون موارد دیگه رو خدمتشون میفرستادم، خیلی سریع به من فیدبک میدادم، فیدبکاشو خیلی سازنده بود و خیلی مفید بود. در نهایت اساس پروفشنال رو گرفتم همون سال، حالا 98 بود، اسسمنت کامل رو گرفتم و بعد رفتم وارد پروسه زبان شدم. البته اساس رو میگم چون ما سازمان ای ای بودیم، اول باید نمره زبان رو میدادیم. قبل از اون من رفته بودم بحث زبان رو هم اوکی کرده بودم، منتها یه نقطه پرونده من به پیچیدگی خود به خاطر اینکه حالا خوردیم به کرونا. تقریبا اواخر سال 98 بود که من اقدام کردم برای سفر ترکیه برای دادن امتحان پی‌تی‌ای، که دقیقا همون شبی که من پرواز داشتم مرزا بسته شد. همون شبی که یعنی بلیط هم حتی بوک کرده بودم، پروازم دقیقا همون شب بسته شد و به من تماس گرفتم که خب پروازه تعطیل، بعد مرزا بسته شد و من نمیتونم بیام. حالا من توی اوج آمادگی بودم، شبانه روز اونجا بودم، پیتیو تمرین کرده بودم که برم حداقل 65 رو بگیرم، حتی در سطح 79 هم خودم میدونستم، حالا ماکایی که داده بودم در سطح 79 هم، حالا استاد پیتی که باشون کار میکردم تایید کردن که شما در سطح 79 برو 79 رو بگیر حتی بالتر. خب متاسفانه اون اتفاق افتاد، نتونستم برم و خب خوردیم به بحث کرونا. حفظ کردن اون شرایط این رو سخت بود، حالا تو اوضاعی که پندمی که بود توی کشور بود، شرایط ناقصامانی که بود و شرایطی بود یه کلا همه چی دست به دست هم داده بود، این رو شرایط رو سخت کرده که حالا مجبور شدیم دیگه توی تابستون 99 بود حدود هم بکنم آگست و اینا بود، مجبور شدم با پرواز قطر برم ترکیه که خیلی شرط سختی بود. حالا غیر از بحث هزینه ای که خب از اینا هنگفتی بود، شرط سختی بود سفر کردن کرونا، به هر حال اون ریستریکشن هایی که توی موقع پرواز بود از اینجا بود از اونجا بود. من نزدیک 5 بار پی سی آر دادم فقط برای آزمون های پی تی، 5 تا پی سی آر فقط توی ایران ترکیه دادم، یه اصلا دیگه شده بودم خدای پی سی آر، در پی سی آر دادم دیگه انواع اقسام روش های پی سی آر داره. خلاصه من یک پی تی من به درازه حالات کشید، 10 تا آزمون پی تی دادم تا تونستم نمره اون بگیرم. موقعی که توی ترکیه بودم بودن 2 ماه اوورال ترکیه موندم برای اینکه نمره زبانمو بگیرم، چون واقعا در سطح یعنی در حد 79 تلاش کرده بودم و اصلا نمیخواستم نمیخواستم کمتر رو بگیرم. من همون آزمون اولی که دادم اونم 78-77 این حدودا شد نمره رو دادم. بله نمره کلن کم بود، تا یه جایی رسیده بودم که کلن گفتم اصلا چلنج هم با خود پی تی شده بود، اما هر دو شده بعد پی تی رو شکستش بدم یه جورایی دیگه. نهایتا نمره 79 رو هم گرفتم سال 400 بود بکنم من الان شمسی نمیدونم 402 این نمیدونم 402 این دیگه یادم رفت 400 گرفتم پی تی رو. بعد اونجا خب سقف نمره پی تی رو گرفتم. قبل از اون، قبل از اینکه بخوام اصلا اقدام بکنم برای نمره پی تی ای 79، بین اون بازه هایی که میرفتم ایران و ترکیه، تو من 3 بار رفتم ایران و ترکیه برای آزمون ها، 3 بار رفت و آمد داشتم، مجموعه 2 ماه هم بودم. قبل از اینکه دفعه آخر برم ترکیه که نمره آخر رو بگیرم، تصمیم گرفتم که تو اون بازه که دارم پی تی ای میخوام ناتی رو هم بدم. بله که چون ناتی یه مدر استرالیا برگزار می شد، دسترسی به امتیازش غیر ممکن بود تقریبا برای خیلی از ایرانی ها، اونایی که استرالیا بودن مثلا می تونستن شرکت کنن. بعد آنلاینشون به خاطر پندمی، حالا یه نکته مثبت پندمی بود، آنلاین شد و خب ما از فرصت استفاده کرد. فکر کنم ما تیمای اولیه بودیم که آزمون آنلاین رو دادیم، منم خودم جزء تیم بودم که تیم اولی بودم که تو پلتفرم جدید ناتی شرکت کردم، یعنی اون تقریبا جزء دستای اولی بودیم که آزمون آنلاین ناتی رو دادیم. قبل از اینکه برم برای پی تی بی سنتیازی ناتی رو هم دادم، یه حدودا 3 ماه خلاصه
خوندیم ناتیو هم دادم. به طور کلی اوورالی میتونم بگم که توی این دو سالی که من حدودا 30 امتیاز زبان اضافه کردم به پروندم، کلا تقریبا تعطیل کردم همه چیه، زندگی تعطیل شده، همش در اختیار زبان و ناتی و سفر و ترکیه و داستان شده بود. حالا اون شرایط پندمی و کرونا هم بود، خودم حتی کرونا گرفتم، من روز آزمون ناتی کرونا داشتم و با شرایط کرونا رفتم امتحان دادم، اصلا شرایط خوب نداشتم، اصلا خیلی اوضاع جالبی نبود. برق قطع شد سر آزمون ناتی، دقیقا همون موقع که آزمون ناتی دادم برق قطع شد، توی ایران بودم. اوه چرا بدشانسی. بله من ایمیل زدم، تماس گرفتم با استرالیا، اونم گفتم به ما رفت نداره، اصلا نمیدونستم برق رفتی یعنی چی، اصلا برق رفت معنی نداره. خلاصه تماس گرفتم، نهایتا بعد چند تا ایمیل که راضی نمیشدن آزمونم رو اسکیجول بکنن، یه تماس تلفنی هم موقع گرفتم، بهم گفتن که مثلا هفته دیگه، گفتم نه من همین الان میخوام امتحان بدم. حالا کرونا هم داشتم و برقم قطع و وصل میشد، گفتم همین الان امتحان بدم دیگه، راضیش کردم ناتی رو. خلاصه اوکی شد، ناتی رو هم دادم و یه خدا رو شکر بعد حالا اون پندمی هم تموم شد و من امتیاز سابقه کاریم هم اضافه شد، چون سر کارم میرفتم امتیاز سابقه کاریم هم اضافه شد بهش و جورایی سخت امتیازهای آفشور گرفتم، یعنی اون 95 امتیازی که میتونستم بگیرم. 95 امتیاز خالص بودید؟ بله 95 امتیاز خالص یه مکانیکال انجینیرینگ بود گرفتم. و حالا جلوتر که اومدیم، بعد از که پندمی تموم شد، هنوز دولت آقای موریسون سر کار بود، ولی خیلی دولت مهاجر دوستی نبود کلا، ولی تو همون بازه من دو تا دعوتنامه 491 گرفتم از آدلاید ساوت استرالیا گرفتم، چون خب حالا امتیازم بالا بود، منتها مشورت کردم با شرکت و دوستان و همکاران پرشن ماگره و مجموعا نتیجه گرفتم که اون ویزا رو لاز کنم 491، چون واقعا شرایط آینده خبر نداشتیم که قرار چه اتفاقی میفته، مثلا پندمی دیگه یه در کار باشه نباشه، دولت موریسون بخواد چی کار بکنه، سیاستش در قبال مهاجران چیه، و یه ریسک بود، من نمیخواستم ریسک رو بکنم و 491 رو لاز کردم. گرچه حالا میگم 491 هم ویزای خوبیه، حالا در ادامه توضیح میدم از نظر من که اومدم اینجا میبینم. بعد از اون ویزای 491 رو لاز کردم، دو سه ماه بعدش نیو ساوت ویلز یک لیست داد، جز اولین لیست های دولت جدید بود اگه اشتباه نکنم، نه حالا دولت جدید یا آخر دولت قبل، اولین لیست هایی بود که نیو ساوت ویلز، یه لیست خیلی جامع و چه گفت درست حسابی، بعد از دو سه سال اصلا خبری از هیچ ایالت نبود توی پندمی، لیست خیلی درست حسابی نیو ساوت ویلز داد که خب رشته منم داخلش بود. خب منم اپلای کردم، دوستان پرشن ماگرنت زحمت کشیدن کار انجام دادن، ای او آی گذاشتم و حالا موارد دیگه. خب تونستم اونجا دعوتنامه اول و دوم و نهاییمو بگیرم و انستابلیو لاج کنم ماه می سال همون 2023 سال لاج کردم و تقریبا 6 ماه و نیم بعدش وضعیت پروندم آپدیت خورد. خب یه کامنت خورد یه پروندم خاطر کامنت، حالا میشه گفت یکی از فرمایی بود که بعد اضافه میکردم، آفیسر درخواست داده بود به خاطر خدمت سربازی و بسایر کسب خدمت این داستان ها درخواست داده بود. سه ماه خب کامنت هم طول کشید تا به نتیجه برسه و تقریبا کل پروسه لاج تا گرانت هم با در نظر گرفتن کامنت بودن 9 ماه و نیم طول کشید. سه بود که این کلیه داستان مهاجرت.
خیلی ممنون از توضیحاتتون. حالا بریم سراغ اون تایمی که وارد خاک استرالیا شدید. ورودتون به کدوم شهر بود با توجه به اینکه 190 سیدنی رو داشتید؟ من ورودم به همون سیدنی بود. بله. ورودم به سیدنی بود. خب این ریسک رو نکردم که خواهم ایالت دیگه وارد بشم. بله. مستبد بود. همچنان هم ریسک رو نخواهم کرد. قصدم ندارم هم چیزی که بکنم. قصد دارم حالا حداقل دو سالی که تعهد اخلاقی هست توی همین ایالت هم بمونم. حالا نیازی هم فعلا ندیدم بخواهم خارج بشم. وارد سیدنی شدم. من حدودا 3 هفته بعد از اینکه ویزام گرم شد لند کردم داخل سیدنی. خیلی کارام هم فشرده بود داخل ایران تا حالا جمع و جور کردم 3 هفته بعد از اینکه گرم شد. بله. و سوال بعدی اینه که زمانی که ورود کردید به استرالیا مثل خیلی از دوستان رفتید پیش دوستانتون اقوام یا آشنایان، یا اینکه نه از همون ابتدا یه خونه رو اجاره کردید؟ اصلا یا چالشی توی اجاره خونه شما میبینید؟ چون واقعا یکی از دغدغه های کلینت هاست که چجوری باید خونه اجاره بکنیم، یا کار سختیه یا نه خیلی پروسه راحتیه؟ بله چالشه، 100% چالشه. الان توی استرالیا کلن رنت کردن چالشه، حتی برای خود استرالیایی ها هم چالشه، چون سیر مهاجران زیاد روانه شده به سمت استرالیا. بازار مسکن رشد اونچنانی نداشته، ساخت و سازی انجام نشده بعد از پندمی با اون شکل، ولی خب سیل مهاجران این برابر داره وارد استرالیا میشه. من خودم قبل از اینکه بخوام اصلا وارد استرالیا بشم اقدام کردم به اینکه بخوام از ایران خونه اجاره بکنم. خب اکثرا اینسپکت میخواستن، نیاز بود یه نفر اینجا بیاد داخل استرالیا بره اینسپکت بکنه ببینه. بعد خب معمولا توی سایت های ریال استیت و دامین، دو تا سایت اصلی اجاره منزل استرالیا، نیاز است که اپلیکیشن پر بشه، یه سری امتیازات حد اقلی باید اونجا ما داشته باشید که اصلا بتونید اپلای بکنید. یعنی اون امتیاز نباشه اصلا نمیشه اپلای کرد. اون امتیاز چیه؟ شامل گواهی نامه رانندگی میشه، شامل حالا پاسپورت میشه. حالا پاسپورت رو که خیلی دارم، ولی خب چیزای دیگه هم هست دیگه، مدیکر هست، فوتوکارت هست و حالا موارد دیگه که اینا هیچ چیز کنون کسی که ایران نداره. عملا از ایران نمیشه برای اجاره خونه اپلای کرد، مگر اینکه کسی آشنا پیدا بکنن، یکی دوستی رفیق خونه داشته باشه بخواد اجاره بده برای موقت، صورت موقتی حالا حتی بلند مدت، که نیاز نباشه داخل این دوتا سایت اپلای بکنه. من از طریق ایر بی ام بی مجبور شدم بگیرم، سایت ایر بی ام بی. ایر بی ام بی کلان قیمتش خیلی بالاتر از بقیه جاست، ولی خب مجبوری چاره نبود، نتونستم از سایت های اصلی اپلای بکنم. دوستم داشتم اینجا داخل سیدنی، ولی خب به این شکل نبود که بخوام مثلا برام اقامت داشته باشم من برای یه مدتی. خودم راحت نبودم، از ایر بی ام بی گرفتم. حدودا 1 ماه اجاره کردم یک منزل، یک حالا گرانی فلت بود داخل سیدنی. 1 ماه اونجا بودم و الانم که بعد از حدودا 4 ماه استرالیا هستم 3 تا جا عوض کردم. یعنی کلن چالش هست فکرنی، یه جورایی به هر حاجز چالش هست دیگه. حالا من به طور کلی میگم 3 تا چالش اصلی که هر شخصی، حالا هر مهاجری که وارد استرالیا میشه، 3 تا چالش اصلی که شاید با تو مواجه بشه. اون اوایل یکی اجاره خونه هست که خب در رتبه اول قرار میگیره، یکی بحث عکس گواهی نامه رانندگیه که خب شرایطش متفاوته، حالا توضیح میدم، یکی هم بحث حالا مواجه شدن با اکسنت استرالیاییه، اون هم یه داستان دیگه هست. این 3 تا چالنجیه که معمولا باشه مواجهن. حالا راجب اونه من توضیحات کلی دادم، راجب اون دوتا مورد دیگه هم در ادامه بهش میرسه. حتما. در مورد افتتاح حساب بانکی و مدیکر شرایطتون چطوری بود؟ از اینجا اقدام کردید برای مدیکر ثبت نام کردید یا نه رفتید اونجا همونجا اقدام کردید؟ کارت مدیکرتون کی به دستتون رسید؟ شرایط به چه صورت بود؟
نه همه این کار رو باید شما تا برسید استرالیا انجام بدید، نمیتونید داخلی رو انجام بدید، چون باید حتما یه رزیدنشال آدرس داشته باشید، پستال آدرس داشته باشید، شماره تلفن استرالیایی داشته باشید. بدون اینا امکان انجامش نیست، حتما باید داخل استرالیا باشید و برای مدیکر، حساب بانکی، فوتوکار و حالا این مدارک، حتی TFN که حتما باید اینجا باشید، فرم مالیاتی همه رو باید داخل استرالیا باشید، نمیتونید از ایران اقدام بکنید. حالا یه سری دوستان میان از ایران مثلا حساب بانکی باز کنن که اون به نظر من ریسک داره با توجه به شرایطی وجود داره برای بانک‌های حالا ارتباط مالی که بین ایران و کشور دیگه نیست و خیلی از ایران اقدام میکنن برای افتتاح حساب بانکی که خب به نظر من کار ریسکیه. برای مدیکر بله همشو با هم جا انجام بدن. یه نکته مثبتی که هست اینه که همه این کارا خیلی آنلاین و خیلی سریع انجام میشه. من خودم یه فایل اکسل آماده کرده بودم قبل از اینکه بخوام بیام و برای خودم برنامه‌ریزی کرده بودم که هر روزی اختصاص بدم به چه کاری که بتونم ظرف مدت 10 تا 14 روز اول، بله 10 تا 14 روز اول همه این کارای اداری رو تموم کرده باشم، یعنی مدیکر، TFN، حساب بانکی، گواهینامه، لایسنس، نمیدونم. حالا بحث اپلای برای کارم که در ادامه میتونی که خب ادامه دار روز اول بهشون توصیه میکنم دوستانی که میخوان وارد استرالیا بشن تعدادی که بخوان وارد بشن حتما یه برنامه ریزی داشته باشن که بدونن هر روز چی کار بکنن، هر روز چی کار میخوان بکنن، که به هر حال به دید یک سفر توریستی که نمیشه خیلی بهش نگاه کرد که طبیعتا اینجوری نیست. اول کار باید کار رو انجام بدم باید. بعد که جا افتادن حالا وقت برای گردش و تفریح و تیزی زیاد من این برنامه‌ریزی کرده بودم. بله همشو میگم باید داخل استرالیا باشم. مدیکرم یه مقدار اینجا میگم چون الان ورودی زیاد شده، یعنی مهاجر زیاد، سیل مهاجران زیاد شده به استرالیا و خب نیروی کاری هم توی بحثای اداری استرالیا کمه، رسیدگی ها کند شده، این رو طول میکشه. الان من خودم مدیکرم حدود 40 روز طول کشید تا کارتش رسید، اونم حالا با تماس. حتما دوستان وقتی رسیدن اپلای کردن مثلا 2-3 هفته که گذشت حتما تلفنی پیگیری کن، پیگیر باشن از وضعیتش که زودتر برشون صادر بشه. میگم مدیکرم حدود 40 روز طول کشید، کارت بانکی حدود 1 هفته پست شد، TFN شماره مالیاتی هم که خب اونم آنلاین کاملا آنلاین انجام میشه، اونم تلفنی گرفتم 2 هفته بعد از اپلای. فوتوکارت هم گرفتم، تو فوتوکارت رو بعد دارم سرویس NSW، حالا من سرویس NSW بودم اقدام کردم، حدودا 10 روز بعد از اینکه درخواست بدی پست میشه به آدرس منزل. مثل این که اینجا کلن همه کارها با رزیدنشال آدرس و پستال آدرس وریفای میشه، یعنی شما باید هر چیزی اقدام بکنید حتما یه تاییدیه‌ای به آدرس پستیتون باید ارسال بشه، حالا سه مدیکر با TFN باشه که حساب بانکی. کلا میگم آدرس پستی خیلی مهمه اینجا. دوستانی که میان وارد استرالیا میشن سعی کنم آدرس اولشون یا اول اقامتشون مقداری حداقل بین 1 تا 2 ماه باشه. درست. که جا بده نشد تو این هایی پست میشه، بعد مثلا شما مدیکر رو یه جا رفته، فوتوکارت رو یه جا رفته، TFN رو یه جا رفته، اینا اصلا شرط نامساعدی میشه. به اول رو بین 1 تا 2 ماه حد اقل رو رزرو بکنم. بله خیلی عمالی. راجب پیدا کردن کار چطور بود تجربتون؟ مشغول به چه کاری هستید الان؟ خب پروسه کاهیابی جزء پروسه و مواردی که از همون روز اول شما به فکرش باشید به هر حال. بله. تو میگم اینجا شما قراره با سرمایه‌ای حالا ریز یا درشتی که از ایران آوردی، پول ریالی تبدیل شده به دلاری، اگه قرار باشه با اون پول حالا مدت زیادی سپری بشه این مقداری از لحاظ حتی روانی هم دچار مشکل میشه. به خاطر همین از همون روز اول باید براش اپلای بکنید. متهم پروسه کاریابی من به این شکل بود که من با توجه به این مواردی که عرض کردم خدمتتون و اینکه رودم فشرده بود سریع خواستم وارد بشم، من حدودا 1 ماه قبل از تاریخ گرانت هم، یعنی 2 ماه بعد از کامنت هم تو میدونستم تو من این اینترکر رو حالا پرونده های اطلاعاتی پیش جنبی رو
چک کرده بودم دیگه نهایتا 3 ماه بیشتر نمیشد مدت کامل. خودم صرف 88 بکنم گرم. 1 ماه مونده به اون 2 ماه از کامنت گذشت من شروع کردم به آماده کردن رزومه که میخواستم برش اپلای بکنم. توی 3 درسته من رزومه آماده کرده بودم. یه جلسه پیش از پروازم توی شرکت داشتیم، اون جلسه خیلی مفید بود. من پیشنهاد کردم که حتی برای کار کجولم اپلای بکنم. اون جلسه هم خیلی مفید بود، دوستان پرشیان زحمت کشیدن. من 3 دسته رزومه آماده کردم. رزومه کژوال بود، رزومه برای خودم نام گذاری کرده بودم، رزومه پروفشنال بود و سمی پروفشنال. 3 حوزه تو برای 3 حوزه هم زمان من اپلای میکردم، هم کژوال، هم سمی پروفشنال، هم پروفشنال. یه نکته بگم، البته بحث کار و رزومه خیلی مفصله، من خیلی نمیخوام خودش چند ساعت صحبت کردن داشته باشه بحث رزومه و حالا بحث کار یاد. آقا یه نکته خیلی ریز کوچیک بگم، مختصر بگم، اینکه کلن سبک رزومه نویسی تو ایران رو اینجا فراموش کنید اصلا به هیچ وجه. اگر بخواییم با همون سبک رزومه نویسی تو ایران اینجا وارد بشید به هیچ وجه نمیرسی کن اصلا. پوینت هایی که اینجا برشون در واقع مهم و کانسیدر میکنن اصلا چیزهای دیگه ایه و با اون سبک رزومه نویسی به نتیجه نمیرسید. روی رزومه خیلی باید وقت بذاریم. میگم من 1 ماه وقت گذاشته بودم، 1 دوره رزومه نویسی رو خریداری کرده بودم، با اون دوره پیش رفتم. دوره رزومه نویسی تو استرالیا، اینو حتما توجه بکنید، رزومه نویسی جنرال نیست، رزومه نویسی برای اپلای در استرالیا است. تو کلاً شرایط اپلای سنجو متفاوته. اینجا مثلا خب ما یه بحث داریم به نام اوور کوالیفای شدن رزومه. توی ایران ما چه جوری رزومه نوشتیم؟ گفتیم من این نرم افزارها رو همه رو بلدم، 10 تا نرم افزار می‌آوردیم. من مدرک لیسانس دکترا دارم، 10 تا مقاله دارم، 20 تا نمی‌دونم مدرک فنی حرفه‌ای دارم. بعد کارفرما اصلا کلا کیف می‌کرد، واو دمت گرم، همه نرم افزار، همه سابقه، بله واقعا در خدمتتون. ولی اینجا اصلا اینجوری نیست، طرف اصلا این رزومه رو ببینه اصلا نگاهش نمی‌کنه، می‌ذاره کنار، اصلا این رقم واژه شرایط کلا متفاوت. میگم من یک ماه وقت گذاشتم، 3 حوزه اپلای کردم. تقریبا هفته اول ورودم موفق شدم یه آفر بگیرم تو همون مصاحبه اول. کار اولی که رفتم برای مصاحبه توی دست رزومه های سمی پروفیشنال بود. من تو حوزه ماشین کاری سی ان سی تجربه داشتم، هم علاقه داشتم هم چند سال کار میکرد. رشته تخصصی خودم مکانیکال دیزاین انجینیر بود، طراحی مکانیکی. حالا یه موردی هم که از اینجا کلن عنوان جاب ها با ایران متفاوته. مثلا ما تو ایران میگیم مکانیکال انجینیر، اون مکانیکال انجینیر همه کاری میکنه، شرکت طراحی میکنه، نمیدونم پیگیری ساخت میکنه، پیگیری خرید میکنه، داکیومنت سازی میکنه و غیره، حالا کاری به اون من سازیدن. ولی اینجا عناوین شغلی کلن متفاوته، اینجا هم باید حتی دارن از تجربه زمانی. من تو حوزه ماشینی کار پیدا کردم، یه روزم رفتم سر کار حتی، و چون همزمان برای پروفیشنال هم افزار می کردم توی حوزه تخصصی خودم هم مکانیکال دیزاین انجینیر، تونستم یه مصاحبه هم تو اون حوزه بگیرم، همون کاری که الان دارم انجام بودم هم. بعد از یه روز رفتم اونجا سر کار، کار حالا سی ان سی مصاحبه گرفتم، حالا از اونجا یه روز مرخصی گرفتم، حالا گفتم کار دارم و اینا، مصاحبه رو انجام دادم. مصاحبه خیلی خوبی بود، البته حالا از آنلاین انجام شد چون یه شهر دیگه هست 700 کیلومتر بعد از سیدنی که من خدا شکر تونستم اون کار رو بگیرم. مجبور... یعنی چند روز بعد از ورودتون شد؟ من حدودا 10 روز بعد از ورود، 10 تا 12 روز بعد از ورود شروع به کار اصلی 1 ماه بعد بود، ولی 12 روز تا 14 روز حدودم آفر رو گرفتم و تا اومدم یه شهر دیگه 1 ماه درست. 2 هفته بعدش موو میکردم یه شهر دیگه، ولی از ماه اول بودم مشغول به کار تخصصی شدم. و بله حالا توی حوزه تخصصی من مشغول هستم خدا رو شد. و کلن 3 تا مصاحبه رفتم،
سه تا دو تا داخل سیدنی بود، یکیش پروفشنال بود، یکیش حوزه سی ام سی بود. حالا اون پروفشنال یه مقدار متفاوت با فیلد من، راجع به جزئیاتش وارد نمیشم. و حالا این یکی که مجرب آفر شد و در حال حاضر مشغول هستم. خیلی عمالی. و آخرین سوالم همین راجع به شهریه که الان دارید توش زندگی میکنید، این که یه دیدی خب بین کلاینت ها هست، خب نیومدن تا الان استرالیا و یه مقدار این حالت دارن که به جز ملبورن و سیدنی شاید واقعا شهرهای دیگه به لحاظ امکانات متفاوت باشه یا ممکنه واقعا نتونن اونجا زندگی بکنن. خب ما میدونیم اینجوری نیست، شما هم الان میدونید، ولی ممنون میشم که یه توضیح راجع به در واقع شهری که الان دارید زندگی میکنید بدید و اینکه آیا واقعا به لحاظ امکاناتی خیلی متفاوته با ملبورن و سیدنی یا نه. بله ترس. شهری که من وارد شدم کلا 9000 نفر جمعیت داره. قبل از اینکه اصلا بخوام وارد بشم هم به من گفتن که خب مطمئنی که حالا از سیدنی میخوای موو کنی، از سیدنی که حالا میلیونی جمعیتش باید موو کنی به شهر 9000 نفره. و اولا خب من برای اون اولویت کار هست، کار بود و هست. میگم ما نیومدیم اینجا صرفا بحث توریست باشیم، اومدیم برای کار زندگی بکنیم. اولویت هم کار بود، اینکه بتونم سابقه لوکال کسب بکنم. سابقه لوکال هم خب خیلی مهمه که لول های بعدی لول آپ کردن شغلی. تحقیق کردم راجع به شهرش و ببینید اینجا من بجز خرید خودرو که مجبور شدم برگردم سیدنی، اونم حالا دلیلشو میگم، هیچ نیازی نیست که برم، هیچ نیازی به خودم تا حالا ندیدم که بخوام برم تو شهر بزرگ برای حالا یک چیزی که بخوام بخرم یا مثلا چیزی نباشه اینجا، محدودیتی وجود داشته باشه. همه ی امکاناتی که توی سیدنی هست اینجا هم هست. حالا با شعبه های کمتر، مثلا سیدنی ما انتا شعبه کورز و وولورث داریم، نمیدونم آربی نورمن داریم انتا، ولی اینجا خب مثلا کورز هست، وولورث هست، آربی نورمن هست، ولی خب از هر کدوم یکی یه شعبه هست. ولی هست سرویس ان اس دبلیو هست، خب بانک ها هستن، همه ی امکاناتی که توی شهر بزرگ هست اینجا هم هست. یعنی درسته واقعا کمبود اینجا ندیدم، هیچ نیازی برای خودم ندیدم بخوام وارد شهر دیگه بشم. فقط بحث خرید خودرو بود، اونم چون کلا شهر ریجنال یه مقداری قیمت خودروها بالاتر میدن کلا، دلیلش نمیدونم ولی سرچ کردم اینطوری بود. رفتم سیدنی، حالا اونجا ماشین رو خریداری کردم ولی دلیل دیگه ای ندیدم. برای بحث کاری منو مثلا توی شهری که هستم، خب به فرض پیج فیسبوکشون رو فالو دارم، واقعا روزی نیست که، شبی نیست که چک بکنم پیج فیسبوک این شهر رو و آگهی کاری نبینم. واقعا هر شب اینجا من آگهی کاری میبینم. و یک نکته خیلی جالب، یک مورد خیلی جالبی که چند روز پیش من پیش مواجه شدم و خیلی تعجب کردم، یک وسیله برای ماشین میخواستم خریداری بکنم از سوپرچیپ، که شعبات سوپرچیپ که داخل همین شهرم هست. رفتم یک وسیله میخواستم خریداری بکنم، دیدم اطلاعیه زده که تعطیل شده سوپرچیپ. گفتم دلیل چیه؟ حالا مثلا ما تعطیل رو به چی میدونید؟ اینکه حالا نمیدونم رکود اقتصادی باشه، نبود مشتری باشه، گرونی باشه، این داستان ها شرط اقتصادی باشه، ولی هیچ کدومی از دلایل نبود، به خاطر نبود نیروی کاری بود. درسته، خب پیش شده بود که نیروی کاری نداریم و مجبور شدیم تعطیل بکنیم. خیلی جالب بود که در این حد واقعا شرط تعطیل رو برای نیروی کاری. و میگم مهمترین چالشی که من توی این شهر، توی شهر که حالا جنال حساب میشه، با اینکه ویزام پرمننته ولی اومدم توی شهر جنال، یه مقداری برای دوستانی که حالا شاید خیلی علاقه مند باشم به شب زنده داری و حالا شلوغی شب که حالا ما توی سیدنی زیاد میدیدیم یا تو شهر اصلی، شاید این شهرهای مقداری
خیلی باب میلشون نباشه. معمولا خوش شهرهایی هستن که خیلی ساکت و خلوت و تمیز و حالا آرومه، معمولا میان اینجا همه ریلکس میکنن، خیلی انتظار جا شلوغ و همه نداشته باشن. و اینکه شهر ریجنال چون مهاجر برشون کمتر هست نسبت به شهرهای اصلی، شما بیشتر با استرالیایی ها سر و کار دارید تا حالا با مهاجرهای دیگه. من موقعی که توی سیدنی بودم واقعا توی شهر وقتی رفت آمد میکردم واقعا 80% چیزی که میدیدم 80% جمعیت مهاجر میدیدم، حالا از کشورهای مختلف. خیلی کم استرالیایی میدیدم توی سیدنی. یکی از خیابونای سابربای سیدنی که بودم، سابرب بروود بود اشتباه نکنم، واقعا من حس کردم وسط تکن دارم واقعا همه چینی بود. ولی اینجا کلا شهرهای غیر از شهر اصلی شما بیشتر استرالیایی میبینید. حالا توی شهری که من هستم تا الان ندیدم بالای 10 نفر مهاجر. یک خودش مزیت، یک شاید محدودیت نمیشه خیلی گفت باشه، مزیتش اینه که به هر حال شما با اکسنت آزی بیشتر آشنا میشید، با فرهنگ استرالیایی بیشتر آشنا میشید. و حالا شاید برای دوستانی که یه مقداری اولش سخت باشه، دوست داشته باشن کنار ایرانی های دیگه ای باشن، مهاجرهای بیشتری دور و برشون مثل خودشون باشه، اینجا نیست. یعنی من اینجا میگم همه استرالیایی هستن، یه مقدار با اکسنتشون چالش دارم، جز همون چالش هایی بود که گفتم. چون اینجا این شهری که هستیم تقریبا نصف جمعیتشون ابوریجینال هستن، بومی های قدیم استرالیا، بله. کلا اصلا زبان دیگه ای صحبت میکنن، یعنی کلا دو تا قاطی میشه و یه مقداری چالش، یه بحث اکسنت هم هست توی شهر ایدنا. ولی میگم در کل اوکیه، یعنی حتی دوستانی که با ویزای پرمننت هم میان اولویتشون کار باشه، من نکته خاصی و واقعا محدودیت خاصی زندگی توی این شهر نمیدونم. خیلی عمالی، خیلی ممنونم از اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتین، خیلی ممنون از وقتی که به ما دادین و امیدوارم که هر روز شاهد موفقیت شما در استرالیا باشیم و همه چیز عالی پیش بره براتون. و من به شخص از اینکه مشاور شما بودم در طول این پروسه واقعا لذت بردم، چون دائما در تمام مراحل می‌دیدم که بدون ناامیدی، که حالا همش بخوایم انرژی منفی بدیم که نمیشه و اصلا دیگه بعد کرونا ممکنه هیچ وقت هیچ ویزایی داده نشه و اینا، دائما در طول پروسه در حال افزایش امتیازاتتون بودید و خب واقعا جزو بهترین کلاینتای ما هستید. باعث افتخار من بود که در خدمت شما بودم و خیلی ممنونم از این که برای ما وقت گذاشتید. خواهش میکنم، خوشحال شدیم، ممنون از وقت شما بود. امیدوارم همه دوستان موفق باشن و به زودی زود به نتیجه تلاششون برسن. خیلی ممنون از شما، وقت شما بخیر، خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا.